الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله ثم و والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم و و على اعدائه معداء الله عرض سلام دارم خدمت یک بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که در هر کجایی که این برنامه رو ملاحظه میکنید، از توفیق و سلامتی و سعادت برخوردار باشید همان گونه که استعزار دارید در فصل دومی مرحله یازدهم راجع به اتحاد عالم با معلوم یا عنوان دیگر اتحاد عاقل به معقول بحث می شود در جلسه گذشته وارد این فصل شدیم و اجمالی از مباحث ارائه شد و گفته شد که بر اساس اون تعریف هایی که برای علم داشتیم و علم هم همون معلوم به شد حالا وقتی عالم به معلوم علم پیدا می کند یعنی معلوم به ذات برای عالم حضور پیدا میکنه در نتیجه اتحاد عالم با معلوم رو می توانیم نتیجه بگیریم و این رو در جلسه گذشته با بیان اجمالی اشاره شد گفته شد که معلوم به ذات ما یا علم حصولی هست یا علم حضوری اگر معلوم به ذات امر حصولی باشد خب در این صورت دو قسم داشت که اگر این معلوم حصولی ما قائم به نفس باشد خب از یک وجود لنفسه برخوردار هست و از طرف دیگر همچون معلوم برای عالم هست باید یه وجود لغیره هم داشته باشد و از اینجا ما نتیجه گرفتیم که این عالم و معلوم رو باید از نظر وجودی یک وجود بدانیم و اگر نه دو تا وجود برایشون قائل بشویم لازم می آید که یک شی هم موجود لنفسه باشد که معلوم ما وقتی معلوم به جوهر هست و همچنین معلوم ما از وجود لغیره هم برخوردار باشد به اعتبار اینکه برای عالم هست و برای اینکه این مشکل پیش نیاید ما آمدیم عالم و معلوم را از نظر وجودی متحد دانستیم و هر دو را دارای یک وجود حساب کردیم خب بر این استدلال و برهان اشکالی وارد شده است و بیان میکند که شما آمدید استدلال کردید که اگر ما بین عالم و اون معلوم حصولی اتحاد وجودی رو در نظر نگیریم لازم میآید که یک شی دارای وجود لنفسه و وجود لغیره شود خب آثار هر کدام از این وجودها هم باید بر او مترتب بشود در حالی که می بینیم نمی توان بالاخره یک شی رو دارای وجود لنفسه و لغیره دانست این نکته اول بود در اینجا معترض و کسی که اشکال رو مطرح می کند میآید مباحثی رو که در گذشته بهش اشاره کردیم این رو مطرح میکند که اگر ما آمدیم علم رو از مقوله معلوم دانستیم خب حالا ببینیم که ورود یک علم در یک مقوله به چه معنا هست در حالی که ما در گذشته بیان کردیم که اگر ما ماهیت ذهنی رو خب دانستیم که این ماهیت ذهنی رو نمیتوانیم در تحت یک مقوله دیگر مندرج بکنیم و در نتیجه آثار او رو بر اون مترتب بکنیم و اندراج ماهیت ذهنی در یک مقوله فقط از نظر مفهومی بود که این رو کاملا در بحث های گذشته در مرحله سوم در امر اول این مطلب رو کاملا اشاره کردن و اونجا بیان کردن که ماهیت ذهنی رو نمیتوان در یک مقوله دیگر داخل کرد یا مندرجی در آن کرد که آثار اون مقوله بر این مترتب بشود و تنها می شود از اون مقوله مفهومش رو برای این ماهیت ذهنی در نظر گرفت خب حالا میفرماید این مستشکل می آید و بیان می کند که اگر ما آمدیم علم رو در واقع تحت مقوله بردیم و از اون مقوله فقط مفهومش رو آوردیم خب در نتیجه نباید اون آثار اون مقوله بر علم مترتب بشود خب شما مدید از آثار خارجی یک مقوله که وجود لنفسه ولی غیره بودن باشد استفاده کردید که پس نباید دو تا وجود در اینجا مطرح باشد که یکی وجود لنفسه یکی وجود لغیره خب در اینجا وقتی ما میاییم در واقع اندراج علم رو در یک تحت یک مقوله در حد همون حمله اولی مطرح میکنیم نه حمل شایع و اون چه هم که این آثار بر اون مترتب می شود حمل شایع هست در حالی که در برهان شما به این مطلب پرداخته نشده است و لذا با این بیان میخواهد اصل استدلال رو زیر سوال ببرد و بیان بکند که نمی شود گفت که بر اساس این که علم از مفهوم یک مقوله یا به حمل اولی در یک مقوله مندرج هست این اشکال متوجهون بشود این نکته ای اول که درباره علم حصولی بود خب اشکال دیگر را که مطرح میکند در اتحاد عالم با معلوم در علم حضوری در علم حضوری همون گونه که معلوم ما که در واقع اگر معلوم حصولی بود تقسیم میشد به این که یا دارای وجود مستقل هست یا دارای وجود غیر مستقل یعنی یا جوهر بود یا عرض بود معلوم حضوری هم باز اقسام مختلفی پیدا میکند که این معلوم حضوری ما هم در واقع گاهی هست که معلوم ما نفس خودی ما هست که ما علم به خود پیدا میکنیم این یک قسم هست و گاه نه نفس ما نیست به امر بیرون از خود علم پیدا میکنیم حالا اگر ما بیرون از خود به چیزی دیگر علم پیدا کردیم یا اینکه معلوم علت برای عالم به حساب می آید خب در واقع این معلوم علت عالم هست یا نه برعکس معلوم معلول عالم هست یا نه عالم و معلوم هر دو معلول یک امر سوم هست که در واقع چهار صورت را ما برای علم حضوری یا معلوم حضوری در نظر می گیریم و باید به صورت مفصل هر کدام از این اقسام رو مورد بحث قرار بدیم که در کجا این اتحاد راه داره در کجا هم اتحاد راه نداره حالا مستشکل می آید دانه دانه این موارد رو مورد اشکال قرار میدهد و اشکالات رو مطرح میکنه که اتحاد عالم با معلوم در هر یک از این اقسام وجود نداره و ما با توضیحاتی که بیان میکنیم این اشکالات رو هم باید پاسخ بدیم در نتیجه اون چی که در این جلسه میخوایم به اون بپردازیم در واقع اشکال معترض هست که میگوید اتحاد عالم با معلوم نه در علم حصولی نه در علم حضوری راه نداره و کاملا اینها از همدیگر جدا هستند. خب اشکالات رو مطرح میکنیم و انشالله به پاسخ اونها هم خواهیم رسید. فاین فا قلت قد تقدم فی مباحث الوجود ذهنی حالا اگر کسی بیاید اشکال بگیره و بگوید که در مباحث وجود ذهنی در مرحله سوم که مباحث مربوط به وجود ذهنی مطرح شد خب این مطلب گذشت که ان معنا کون العلم من مقوله المعلوم که اگر ما آمدیم علم را از مقوله معلوم در نظر گرفتیم خب حالا ببینیم این علم رو من درجه در یک مقوله که میکنیم به چه اعتبار هست در وجود ذهن گفته شد که کون مفهوم المقوله مخوزن فی العلم فقط گفتیم که این ماهیت ذهنی از نظر مفهوم فقط میتونه اون مقوله رو داشته باشد اما این که تمام آثار اون مقوله بر این مثلا علم ما یا اون ماهیت ذهنی ما بار بشود گفت که نه امکان نداره چون این ماهیت ذهنی رو اشاره کردن در اونجا در فصل سومش و کاملا توضیح دادن که ماهیت ذهنی نه در تحت مقوله دیگر داخل نه مندرج در آن هست و در واقع به این نیست که تمام آثار اون مقوله آثار خارجی اون بر این ماهیت ذهن یا علم در واقع مترتب بشود میفرماید که کون مفهوم المقوله مخوزن فی فقط اونجا گفته شد که بله از نظر مفهومی فقط میتونه این ماهیت ذهنی یا علم از اون مقوله مفهوم اون مقوله رو داشته باشد ای صدق المقول علیه بالحمل الاولی به تعبیر دیگر اینه که ما وقت این ماهیت ذهنی رو یا علم رو در اون مقوله در مقوله معلوم مندرج میکنیم فقط به حمل اولی مقوله بر این علم صدق می کند دون حمل شایع لذی هو الملاک فندراج الماحیه تحت المقوله نه به حمل شایع که اون مقوله به حمل شایع بر این مفهوم بر این علم صدق نمی کند که حمل شایع همون ملاک است که مندرج بشود یک ماهیه تحت یک مقوله و ترتب آثارش بالاخره آثار مقوله بر این علم مترتب بشود یا نه که منها کون وجود لنفسه او لغیره که یکی از اون آثار این است که وجودش لنفسه باشد یا لغیره باشد بنابراین مستشکل آمد با توجه به این که در برهان اتحاد عالم با معلوم در علم حصولی گفته شد که عالم با علم با معلوم حصولی اتحاد وجودی دارد به دلیل اینکه اگر این اتحاد را در نظر نگیریم لازم میآید که این معلوم ما چون جوهر هست خب دارای وجود له نفسه باید باشد چون برای عالم هست باید دارای وجود ل غیره باشد خب اینجا مستشکل میآید میگوید که این تقسیمات که وجود لنفسه و غیره و امثال اینها مطرح هست اینا در صورتی که ما هم رو حمل, حمل شاید در نظر بگیریم این تقسیمات مطرح میشه در حالی که علم اگر در مقوله معلوم داخل هست خب فقط مفهومش را دارد یعنی به حمل اولی اون مقوله بر علم صدق می کند و به حمل اولی این آثار نباید مترتب بشود مثال می زنیم که اگر ما یه صورت ادراکی درخت را به حمل اولی دانستیم که این جوهر هست خب در اینجا فقط مفهوم جوهر در این درخت معتبر هست نه آنکه مصداق و فرد جوهر باشد و تمامی آثار خارجی مقوله جوهر هم بر آن صورت ادراکی درخت مثلا مترتب بشه این گونه نیست خب این اشکالیه که معترض بیان میکنه فلل جوهر از ذهنی من حیث و از ذهنی جوهرون بالحمل شایه حالا که معلوم ما یک امر جوهر هست خب اول علم حصولی ما به جوهر تعلق گرفته است میفرماید اون چرا که ما علم داریم جوهر ذهنی است میگه پس این جوهر ذهنی از اون جهت که یک جوهر ذهنی هست خب چیه؟ جوهر به حمل شایع نیست خب در این صورت پس نه اون جوهر ذهنی جوهر به حمل شایع هست که موجود لنفسه باشد ولل عرضو ذهنی من حیث و ذهنی عرز به بالحمل شایع موجود لغیره و نه اون عرز ذهنی که ما علم به عرز پیدا بکنیم خب حالا اون صورت ادراکی عرز رو وقتی ما در ذهن میاریم بفرماید که این صورت ذهنی عرضی هم عرض به حمل شایع نستا این رو ما موجود لغیره در نظر بگیریم خب در نتیجه اون برهانی که آمد و از تنافی وجود لنفسه و لغیره اثبات کرد که باید عالم با معلوم تا داشته باشه بفرماید که در این صورت ذهنی ما هیچ کدام از این موجود نفسه و لغیره رو نداریم تا شما بیایید به خاطر این که تناقص پیش نیاید اتحاد در وجود رو اثبات بکنید در نتیجه بیان میکنه و بل جمله لا معنا اتحاد العاقل پس در نتیجه نتیجه میگیریم به صورت خلاصه این که هیچ معنای وجود ندارد که عاقل که و هو موجود خارجی این عاقل را در واقع که یک امر موجود خارجی هست و مترتب است بر او آثارش این عاقل را اتحادش را بیاییم با معقول ذهنی که هو مفهوم ذهنی لا یترتب علیه الاثار که هیچ آثاری بر این مفهوم ذهنی مترتب نمیشه اینا با هم بیایم متحد بدانیم این معنا ندارد این حرفی است که معترض آمده و در واقع مطرح میکند نتیجه که بیان میشود این است که برهانی که تا در اتحاد عالم با معلوم حصولی به دست آمد این بود که وجود در واقع علم للغیر باشد در حالی که مقسم موجود لنفسه ولغیره خب این وجود خارجی هست که موجود لنفسه باید باشه و بعد از آنه که موجود لنفسه بود و موجود مستقل بود می توانیم این حرفا رو مطرح بکنیم در حالی که جوهر و عرض ذهنی که اینجا معلوم ما هست این یک جوهر و عرض ذهنی هست تحت هیچ مقوله هم مندرجی نمیتونه باشد تا اینکه وجود لنفسه و لغیره بر اون در نظر گرفته بشود و در یک کلمه اتحاد وجود نفس با مفاهیم ذهنی کاملا یک امر بیمعنا است بر اساس این کسی که اعتراض میکنه خوب این اشکالی بود که بعد اتحاد عالم با معلوم حصولی مطرح شد و اما علم الحضوری خب اشکالی که بر اتحاد عالم با معلوم در علم حضوری مطرح هست این رو مطرح میکنیم اما علم حصولی حضوری, حضوری میفرماید فلا یخلو ما یکون المعلوم فی نفس العالم خب اقسام مختلفی که معلوم حضوری دارد این رو باید اول تفکیک بکنیم تا بعد ببینیم در کدوم از اقسام میتونیم اتحاد رو ببینیم یا رد بکنیم میگوید که خالی نیست از این که معلومی در علم حضور ما یا نفس عالمه یعنی خود شخص به خودش علم پیدا میکند و نفس خود انسان برای انسان حاضر میشود که علمنا به نفسنا که این قسم اول هست مثل علم ما به خود ما املا یا نه علم عالم در واقع کنید که معلومه برای عالم هست خود شخص نیست خود عالم نیست بلکه غیر از خودش هست و که حالا غیر از خود عالم باشد معلوم غیر از عالم باشد اما یکون المعلوم الا للعالم خب اینجا دیگه سه قسم دیگر پدید میآید و آن این است که یک مرتبه است که معلوم علت عالم هست خب در این صورت مثلا علم ما به خدا ما میخوایم علم به خدا پیدا بکنیم در این صورت خداوند وقتی معلوم ما قرار بگیرد خب این معلوم ما علت هم برای ما به حساب می آید او معلولا للعالم یا نه ما به یک سری معلول هایی که داریم به اونها علم پیدا بکنیم این قسم سوم هست او هما معلولان لامر سالس یا ما به یک انسان دیگر علم پیدا میکنیم که دوتایی ما دوباره معلول هستیم برای یک علت دیگر که خداوند متعال باشد خب حالا چهار قسم رو ما در معلوم حضوری به دست آوردیم باید در دانه به دانه اینها نگاه بکنیم که اتحاد وجود داره یا اتحاد وجود نداره میگوید که اما علم شی به نفسه فالمعلوم فیه عین العالم ولا کثرت هناک حتی یصدق الاتحاد و هو ظاهر. میگوید که اگر عالم به خودش علم پیدا بکند حالا ببینیم اینجا اتحاد وجود دارد یا اتحاد وجود ندارد میگوید که علمیشه به خودیش خب معلوم در اینجا عین عالمه یعنی بین عالم و معلوم هیچ تفاوتی وجود نداره هیچ گونه تغایری وجود نداره هر دو یک چیز هست ولا کسرت هناک حتی یست الاتحاد هیچ کسرت اینجا وجود ندارد تا ما بتوانیم یک اتحاد را اینجا در نظر بگیریم و هو ظاهر خب این روشن عالم همان نفس معلومم همان نفس عالمه هیچ تقایی وجود نداره و لذا می اینجا اتحاد صدق نمی خب اتحاد در کجا صدق می کند؟ اتحاد در جایی است که یک جهتی وحدتی وجود داشته باشد که اینا با همین اتحاد پیدا بکنن و از طرف دیگر یک نوع تقایر هم بین اینها وجود داشته باشد حالا در این که شخص به خودش علم پیدا می کند اینجا فقط جهتی وحدته هیچ جهت کسرت و تقایر وجود نداره و به اعتبار اینکه که جهت تقایر بین عالم و معلوم وجود نداره اینجا نمی شود گفت اتحاد خب نمیشه نفسی یک شعر رو بگیم هر چیزی با خودش اتحاد داره خب خودش هست و خودش دیگه اینجا اتحاد پیدا معنا ندارد لذا میفرماید که در اینکه عالم به خودش علم پیدا بکند به خاطر اینکه تغایور بین عالم و معلوم نیست از این جد اتحاد معنا نداره و اما علم العلت به معلوله ها حالا بیاییم به سراغ علم علت به معلولش برویم او علم المعلول به علت یا برعکسش بیاییم علم معلول به علتش رو نگاه بکنیم ببینیم در این دو صورت اتحاد راه داره یا ندارد میگه فرق نمی کند چه ما علم علت به معلول رو در نظر بگیریم چه علم معلول به علت رو در نظر بگیریم فلا به فی وجوب المقایلت بین علت و المعلول خب اینجا کاملا چون یکی علت است و یکی معلول هست حالا در این که این دو تا دو تا وجود هستن خب هیچ شک نیست میبینیم که بله یک علت و یکی معلول هست و الا لازم تقدم الشیء علی نفسه بالوجود و تاخیر نفس او بالوجود که اگر ما مغایرت بین علت و معلول رو در نظر نگیریم بگیم نه علت و معلول عین همن خب اگر عین هم باشد لازم میآید تقدم شی بر نفس به وجود خب اگر ما آمدیم گفتیم که علت و معلول عین هم هستن از طرف دیگر هم تقدم وجودی علت رو هم میپذیریم که علت باید از نظر وجود مقدم باشد بر معلول خودش اگر ما این تقدم وجودی رو در نظر نگرفتیم و هر نوع تغایر رو هم نادیده گرفتیم و اینا رو این هم دانستیم پس باید بگیم که معلول در واقع باید حتما بر خودش مقدم باشد چون در همون رتبه علت باید باشد این از این جد می که تقدم میشه بر خودش لازم می و از طرف دیگر هم اگر آمدیم علت رو هم گفتیم تقدم وجودی بر معلول نداره و عین معلول هست و مقایرت بین وجود نداره لازم میاد که این علت را که مقدم میدانستیم اینم با معلول تخور پیدا بکند اینم تأخر نفسش به وجود باشد و هو ضروری و استحاله که اینم کاملا محال بودنش روشن هست خب در نتیجه از این بحث بخواد این نتیجه را به دست بگیرد که در اینکه علت به معلول علم پیدا بکند یا معلول به علت علم پیدا بکند اینجا مغایرت باید باشد اگر مغایرت نباشد خب لازم می آید تقدم شی بر نفس یا تخر... تأخر شی از خودش برای این که این محال لازم نیاید این مغایرت رو ما باید بین علت و معلول یا عالم و معلوم در نظر بگیریم اگر این تغایر رو به دست آوردیم خب میریم به سراغ این که حالا اینا چی بچه اشتراک داره میگیم که فقط تغایر دارد با همدیگر از این جهت میفرماید که اینجا فقط مغایرت وجود داره بدون جهتی وحدت خب در حالی که اگر ما بیاییم این اتحاد رو مطرح بکنیم و بگیم نه اینجا تقایری وجود اگر هم داره اون اتحاد هم هست اتحادشون هم که این دوتا عین هم هستن میگه اگر عین هم دانستیم لازم میاید تقدم شه بر نفس یا تأخور شه از خودش برای این که این اشکال پیش نیاید ما این اتحاد عالم به معلوم رو باید در جایی که علت به معلول علم پیدا میکنه یا معلول به علت علم پیدا میکنه اینجا این اتحاد رو نادیده بگیریم که اگر این اتحاد رو مطرح بکنیم اون اشکال تقدم شه بر نفس یا تأخر شه از خودش لازم میآید و به همین جد در, در جایی که عالم و معلول در واقع عالم و معلوم علت و معلول باشد هم اتحاد معنا ندارد خب این سه صورت رو به این شکل بیان کرد اما میمانند صورت چهارم میفرماید و اما علم و احد معلوله علت ثالثه بالآخر خب دو تا معلول به همدیگر علم پیدا میکند این معلول به معلول دیگر خب هر دو هم معلول یه علت دیگر هستند خب اینجا چی آیا میتواند دو نفر من با یکی دیگر وقتی به او علم پیدا میکنم اتحاد وجودی پیدا بکنم یا نه میفرماید اما علم یک از دو تا معلول که هر دو معلول علت سوم هست که این معلول بالاخر به یکی معلول دیگر علم پیدا بکند فوجوب المقایلت بین هما هم فی شخصیه یا ابل اتحاد خب میگوید که از آنجایی که دو تا معلول هستند و دارای دو تا شخصیت هستند و خود این دو تا شخصیت بودنشون هم کاملا عبا دارد از اینکه اتحاد بین اینها شکل بگیرد و در نتیجه بیان میکنه که پس نتیجه میگیریم که حتی در جایی که یک معلول به معلول دیگر هم علم پیدا بکند صرفا مغایرت هست جهت وحدت بین اینها وجود ندارد وقتی جهت وحدتی نباشد اتحاد هم شکل نمیگیرد خب این اقسام چهارگانه ای که عالم و معلوم به علم حضوری علم پیدا بکند اتحاد مورد اشکال قرار گرفت یک اشکال دیگر رو هم به قول به اتحاد مطرح می کند و میگوید گوید ان لازم الاتحاد خب این تا هنوز اشکالی که مطرح شد بر اون ای که برای بر اثبات اتحاد و در واقع اتحاد عالم و معلوم مطرح شد گفته شد یه اشکال دیگر هم به صورت عمومی مطرح می کند و آن این است که لازم الاتحاد کون جمع مجردات و کل واحد منها ها آقلون للجمعی و معقولون للجمعی شخصا واحدن خب میگه لازمه اتحاد این است که اگر ما آمدیم گفتیم که عالم و معلوم با هم اتحاد وجودی دارن خب میریم به سراغ مجردات خب در بین مجردات هم وقت نگاه میکنیم میبینیم بالاخره یک مجردی به مجرد دیگر علم داره خب این رو میشه بیا به عنوانی در واقع از باب این که یک علت دیگری هست یا معلول دیگری هست به هر ترتیب هر مجردی یا عالم به حساب می یا معلوم به حساب می خب از اگر دو بالاخره همه این مجردات رو با همین نگاه عالم بودن یا معلوم بودن در نظر بگیریم و بعد بیاییم بین اینها بگیم اتحاد هم وجود داره لازمه این حرف این است که تمام مجردات را ما یک وجود یک شخص در نظر بگیریم چرا چون همه مجردات یا عالمن یا معلومن خب بعدم به هر ترتیبم بگیم عالم و معلومم که با هم اتحاد دارن پس همه مجردات با هم اتحاد دارن خب حالا اگر این حرف را زدیم چه اشکال پیش می آید اشکالش به این است که ما به هیچ وجه تمام مجردات را یک شخص نمیدانیم یک فرد نمیدانیم بلکه تعدد وجودی و تکسر وجودی مجردات کاملا یک امر واضح و روشن هست که نمی شود این رو منکر شد و لذا می فرماید علا ان لازم الاتحاد علاوه بر این اشکالاتی که گفتیم لازمه دیگری که اتحاد عالم با معلوم دارد این است که باید تمام مجردات خب حالا این مجردات که در واقع همه مجردات و کل واحد من ها که هر یک از این مجردات عاقل برای جمعی هست یا معقول برای جمعی قرار می گیرند همه اینها را ما شخص واحد در نظر بگیریم خب به اعتبار این که عالم و معلوم با هم اتحاد دارن خب همه مجردات هم یا عاقل برای دیگر مجردات یا در واقع همه اینها هم معقول و معلوم برای دیگران قرار می گیرد خب اگر اینا رو ما شخص واحد در نظر گرفتیم دیگه اینا شخصی واحد میشه تج... تعدد و تکسر اینها رو باید نادیده بگیریم در حالی که تعدد وجودی مجردات یک امر مسلم و کاملا خشناپذیر هست و به این اعتبار هم نمیتوانیم این اتحاد عالم و معلوم رو بپذیریم خب تا اینجا این اشکالات که بر اتحاد عالم به معلوم یا عاقل به معقول مطرح شد گفته شد و وارد پاسخ بشیم چون مطلب طولانی هست بسنا تمام میمانه انشاءالله در جلسه بعد پاسخ به این اشکالات رو خواهیم داد و در نتیجه اصل بس که اتحاد عالم به معلوم باشد مورد اثبات قرار خواهد گرفت تا آن زمان همه شما رو به خدای بزرگ می و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.